خب سلام میکنم به همه رفیقای خوبم، بچه های دوست داشتنی، همه طراحای طلا جواهر خوب، بچه های خوبی که من خب خیلی وقت میشناسم بهتون. شما هم خب قطعا خیلی وقت منو میشناسیم، با هم دیگه در ارتباطیم. امروز طبق خواسته خودتون چند تا نکته خیلی مهم در مورد طراحی بچه‌ها میخوام بهتون بگم که فکر کنم خیلی به دردتون میخوره و اینکه خب قطعا با در نظر گرفتنش مسیر طراحیتون هم سرعت کارتون بیشتر میشه، هم دقتتون بیشتر میشه، همین که یه تجربه خیلی خوبیه واسه این که واسه کاری بعدیتون، طراحی بعدیتون بدونید چجوری عمل کنید و خب خیلی تسلط بیشتری براتون میاره. این یه کاری انگشتره بچه‌ها، میخوام در مورد یه چند تا نکته خیلی مهمش با هم دیگه صحبت کنیم. اول اینکه همیشه سعی کنید بچه‌ها کاراتون رو، هر کاری که طراحی می‌کنید، واسه هر قسمت از این طراحیتون یه لایه جداگونه داشته باشید، رنگ بندی جداگونه داشته باشید که خیلی سریع‌تر بتونید مثلا کارا رو انجام بدید. یه لایه رو مثلا هایت کنید، یه لایه رو باز کنید، کاراش رو روش انجام بدید. این خیلی کمکتون می‌کنه، این همیشه یادتون بمونه. در مورد کشیدن این جونم براتون بگه بزل، حالا این زیر سنگ ها احتمالاً من کلیپ زیاد درست کردم و فکر کنم که قطعا دیدید چیز زیاد خاصی نداره. سنگو که میذاریم، میایم جونم براتون بگه داخل قسمت جم و جم پروفایل کرو میزنیم، جم رو اینجا بهش میدیم و کرو دور رو به ما میده. خب ما این کرو دور رو میگیریم، همونو میاریم پایین با توجه به وزنمون و حالا اون میزان ارتفاعی که کارمون میخواد داشته باشه، اونو میاریمش پایین و حالا بزل دورش و صفحه دورش رو براش بچه درست میکنه. من اینو پاک میکنم چون در موردش قبلا زیاد صحبت کردم. باز اگه سوالی بود حتما تو کامنت ها به من بگید تا هم بتونیم باز مثل همیشه بیشتر با هم در ارتباط باشیم، مشکلاتمون رو رفع کنیم و کمک کنیم به هم دیگه. صفحه دور اینم که حالا زیاد توضیح دادم، اینم زیاد این سفر رو کشیدم براتون، بیشتر اومدم سراغ یه سری نکات مهمتر که باهاتون صحبت کنم. بچه ببینید، ما همه سنگا رو هاید میکنیم و صفایی رو که لازمم نداریم هاید میکنیم. این صفحه قرمزا رو ببینید بچه ها، انگار صفحه دوم زیر مارکیز ها، درسته؟ من خیلی توی کاری بچه ها یا مثلا حالا چه کسایی که کلاس دارن باشون مثلا اینجور مشکلات رو میبینم دارن، یا خیلی کسایی که مثل خودتون که پیام گذاشتید برای من، حالا چه داخل تلگرام، اینستاگرام یا خود یوتیوب، این صفحه ها بچه ها مثلا ما داریم کار میکنیم، من اینا رو هایت کنم همه رو که شما بهتر متوجهش بشید. ما در حال انجام دادن یک کاریم و مثلا ما تمام این مارکیز ها رو چیندیم بچه ها، بعد تازه یادمون میاد که خب این مارکیز ها باید دو ردیفه باشه و خب الان دیگه تو زاویه نیستش که ما بتونیم اون ردیفه دیگه شو خیلی راحت به دست بیاریم. ولی من میخوام حالا چند تا روش، ولی یه روش خیلی راحت و سریع میخوام بهتون بگم. بچه ها ببینید، ما این کف زیر، قسمت کف این مارکیز رو میایم داخل قسمت سالید بچه ها، اکستراکت سرفیس رو میزنیم، حتما این گزینه کپی یس باشه، اینو میزنیم، یه دونه اکستراکت به ما میده. حالا میتونیم توی لایه دیگه بذاریم، میتونیم نذاریم. دوباره میریم داخل قسمت سرفیس و اینجا آفست سرفیس رو میزنیم بچه ها، این سالید اینجا رو نو میکنیم و خب فاصله هم دیگه قطعا برای اینکه ارتفاع بین این دوتا صفحه باشه زیر در 70-80 واقعا زیبایی خیلی زیادی به کار ده. پس ما یه در 80 میزنیم، یه کلیک راست، میبینیم که این صفحه رو تو راستای خودش برای ما به وجود میاره. اوکی، حالا ما اینو دوباره میریم همون آفست سرفیس رو استفاده میکنیم، دستورش رو این بار سالیدش رو یس میکنیم بچه ها و حالا فاصلش هم در 60 به نظر من خیلی منطقیه، حتی کمتر هم میتونه باشه، ولی خب برای وزن این کار در 60 اوکی. و میبینید که خیلی راحت بچه ما تونستیم این صفحه زیر اینو به دست بیاریم و کار حالا دو طبقه داشته باشیم، دو تیکه داشته باشیم طبق خواسته مشتریمون. واسه همه قسمت ها میتونین این کار رو بکنین. یه بار دیگه واسه این حالا سنگ اوال گردمون استفاده میکنیم این کار رو، دوباره میاییم قسمت اکستراکت سرفیس، کپی یس باشه حتما، کلیک راست میکنیم، صفحه رو دوباره انتخاب میکنیم، آفست سرفیس رو میزنیم، سالید حتما نو باشه و این فاصله هم میزنیم همون در 80 یا 0.8 میلیمتر. دوباره این صفحه برای ما ایجاد میشه بچه ها، میگیریم دوباره اکستراکت سرفیس رو میزنیم، سالید رو یس میکنیم، فاصله هم در 60 و میبینید که خیلی راحت ما تونستیم این کار رو انجام بدیم. اوکی، یه نکته که به نظر من خیلی نکته مهمیه و خیلی حالا مشکل داشتن سر این ماجرا که اذیت نشن، دوباره لایه ها روشن میکنیم بچه ها.
در مورد این سوال پرسیده بودین، توضیح داده بودم براتون در مورد این گرداب، حالا یا هر اصطلاحی که بچه های دیگه استفاده میکنن، زیربندی کار. ولی خب اگه تایم ویدیو طولانی نشد در مورد اینم باهاتون صحبت میکنم قطعا. فعلا اینا رو هاید میکنیم، میایم سراغ بچه ها این اتصالات زیر، حالا مارکی زیر سنگ ها به گرداب و یا به زیربندی. ببین خیلی راحت ما میتونیم این کار رو انجام بدیم و خیلی راحت میتونیم اینا رو جونم براتون بگه که طراحی کنیم خیلی سریع. چجوری؟ ما این لایه آبی رو هاید میکنیم بچه ها، میایم داخل قسمت بلند و گزینه تارگت رو بچه ها انتخاب میکنیم. به عنوان مثال فقط، جاش مهم نیست، فقط به خاطر اینکه بدونی چجوری کار میکنه. این قسمت، من این دو تا گزینه رو روشن کنم بچه ها. کواد اینجا رو میگیریم، یه دونه تارگت میبینی اینجا گذاشت، یه دونه تارگت هم بچه ها اینجا مثلا میذاریم رو کواد این قسمت. حالا دوباره میایم وارد قسمت بلند میشیم، کرو انتخاب میکنیم، این تارگت رو بهش میدیم، این تارگت رو بهش میدیم و میبینیم که برای ما یک کرو خیلی خوشگل درست کرد. حالا ما دوست داریم که کرومون این شکلی نباشه، میخوایم یک کروی داشته باشیم که شکلش متفاوت باشه. دوباره وارد قسمت بلند میشیم بچه‌ها، میایم اینجا قسمت تاگل رو انتخاب میکنیم، کرو رو میگیریم، شیفت رو نگه میداریم و تارگت هم انتخاب میکنیم. شروع میکنیم به کلیک راست کردن، خیلی راحت برای ما شکل‌ها رو عوض میکنه و به اون حالا کروی که دوست داریم و اون شکلی که دوست داریم میرسیم. اگه نخواستیم دوباره تمام مسیر رو میریم و برش میگردونیم به همون کرو قبلی. این اتفاق رو شما برای لایق، برای تارگت پایین هم بچه‌ها میتونن انجام بدیم. کرو میگیریم، تارگت پایین و دوباره باز کلیک راست کردن، میبینیم که شکل کرومون رو برامون عوض میکنه. شاید مثلا شما اینجوری دوست داشته باشید، فرقی نمیکنه در هر صورت. و اون چیزی که مد نظرتون رو انتخاب میکنید بچه ها و مسیر کاریتون رو دوباره ادامه میدید. حالا مثلا ما میگیم که همین باشه، تموم میشه و خیلی راحت کرو انتخاب میکنیم، وارد قسمت پایپ میشیم بچه ها. حالا با توجه به هر میزان اندازه‌ای که زیر چنگتون هست، حالا من اینو چند وسط گرفتم زیاد اندازش مهم نیست، فقط بدونید چجوری کار میکنه. در 60 انتخاب میکنم دو طرفو، ببخشید چون خاموش روشن شده بود رادیوس و دایمترش، من اینو دوباره میذارم مرات رادیوس و در 60 انتخاب میکنم بچه ها. میبینید که خیلی راحت این اتصال رو برامو زد. حالا ما چون اینجا هیستوری هم قطعا داریم، خیلی راحت میتونیم چیکار کنیم با بالا پایین کردن تارگت به اون شکلی که میخوایم برسیم، به اون جایی که قراره دقیقا پایپ ما قرار بگیره یا اتصال ما قرار بگیره، میتونیم خیلی راحت به اونجا برسیم و خیلی سرعت عملتون رو بچه بیشتر میکنه. خیلی به شدت دستور خوبیه و به شدت دستور کاربردیه. حتما استفاده کنید، تمرین کنید و نظراتتون رو در موردش به من بگید. یه نکته خیلی جالبی که داره، تارگت هیچ موقع با کنترل زد از بین نمیره، خودتون باید حتما ریمووش کنید، پاکش کنید. و خب اینم پاکش میکنیم. عرضم به خدمتتون که نکته‌های بعدی بچه‌ها، یه برای لایه بندی بهتون گفتم. ببینید ما مثلا تمام این قسمت‌هایی که الان شما دارید می‌بینید و چون همه لایه بندی شده، ما الان اتصالات زیر داریم. خب از این زیر کار دیوارهای مارکیز به این دیوارهای مثلا به زل وصل شده، خود لایه دوم مارکیز اومده با اتصال به این دیواره به زل وصل شده. اینا رو حتما در نظر داشته باشید که خیلی خیلی مهمه لایه بندی داشته باشید که سریعتر بتونید با خاموش روشن کردن لایه ها اون مسیری که دوست دارید و بهش برسید. خب فکر کنم تایم داریم، من این زیربندی رو براتون توضیح بدم. حالا شکلش زیاد مهم نیست، شکلش رو هر مدلی که دوست داشته باشید بچه‌ها میتونید در خودتون بسازید. من سعی کردم حالا خود شکلش فانتزی باشه و شبیه این صفحه یا چیدمان مارکیز های بالای کار باشه. خب ما تمام اینا رو بچه هاید میکنیم، اصلا فکر کنیم ما میخوام یه کار دیگه، یه زیربندی خیلی ساده تر درست کنیم. میام روی لایه‌ای که اینا رو نداشته باشه. ببین بچه ما توی، حالا فرق نمیکنه، توی نمای تاپ این کار رو انجام میدیم، یه دونه سیرکل بر میداریم و این سیرکل رو مثلا اینجا ما میکشیم به همین اندازه که الان داریم. حالا میتونیم خود بالا پایینش کنیم، میتونیم هم دست بهش نذاریم، حالا فرقی نمیکنه. اینو ما میاریم میذاریم میشه خود بالاتر. این خط جونم براتون بگه که رینگ ریلی که داریم و میریم داخل قسمت سرفیس و اکسترودش میکنیم به دو طرف و خیلی راحت میام داخل دستور بچه ها. جونم براتون میگه اسپلیت
سطح رو انتخاب میکنیم، کرو رو انتخاب میکنیم، دستور میزنیم و میبینیم که این کار رو خیلی راحت در ما انجام داد. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم یه زیربندی داشته باشیم دیگه. خب دوباره میریم قسمت آفست، کرو رو به داخل مثلا در 70 یه آفست میزنیم، دوباره میریم رو دستور اسپلیت بچه ها، سرفیس رو انتخاب میکنیم، کلیک راست، دوتا کرو رو انتخاب میکنیم، کلیک راست، و این سطحی که ما لازم داریم رو برامون به وجود میاره. اضافه ها رو پاک میکنیم، حتی این کرو ها رو هم فعلا من که کاریش ندارم پاک میکنم تا شما بهتر متوجه بشید. و اینجا دوباره میریم وارد قسمت سرفیس میشیم بچه ها و آفست سرفیس رو انتخاب میکنیم، اندازه فیلیپ جهتش رو عوض میکنیم به همون در 60 یا 65 یا 70 فکر کنم برای زیربندی، با این برای این وزن این انگشتر بسیار مناسب. میبینید که خیلی راحت تونستیم اینو انجام بدیم این کارو، و حالا با توجه به فضایی که شما دارید میتونید دوباره اون اتصالاتی که ما الان اینجا داشتیم و برای مثلا حالا این زیربندی در نظر بگیرید خیلی راحت. امیدوارم که این ویدیو بچه‌ها به دردتون خورده باشه، و حالا ویدیو رو ببینید تا آخر. حتما هر سوالی چیزی در مورد فضاهای دیگه کار داشتید با من حتما در میون بذارید، با هم دیگه در ارتباط باشیم و صحبت کنیم و بتونیم خیلی زودتر و خیلی سریعتر و با قدرت بیشتر به یه طراح خیلی خوب تبدیل بشیم که چیز زیاد خاصی هم نداره بچه‌ها، فقط یه خورده باید تمرین کنید، یه خورده هم باید سمج باشین سر این ماجرا. اینکه اگه یه موقع کارتون کلن سیستم مثلا ریسیت شد، پرید، سیو نکرده بودید، اصلا نباید نگران این باشین که وای من اینو باید دوباره از اول شروع کنم، و این یه چیز طبیعیه. برای من هزاران بار این اتفاق افتاده که شاید حواسم نبوده، درگیر بودم و یه کاری رو طراحی کردم و دقیقه 90 یادم رفته سیو کنم و سیستم پریده، و اصلا چیز عجیب غریبی نیست. حتما بچه ها این کار رو انجام بدید، با قدرت بیشتر ناامید نشید. قطعا طراحی کار خیلی جالب و خیلی حالا هیجان انگیزه. به همون میزان هم خب بچه ها میتونه اگه که انرژی نداشته باشید، دوستش نداشته باشید، خسته کننده باشه براتون. خب چنل رو بچه ها یادتون نره که حتما سابسکرایب کنید، ویدیوهای منو لایک کنید، کامنت بذارید برام، دوست دارم با هم در ارتباط باشیم و بتونیم مسیر خیلی خوشگلتر و مسیر خیلی جالبتری رو با هم پیش ببریم و مثل همیشه تیم بزرگ طراحی طلا جواهر داشته باشیم. همین بچه ها، به خدای بزرگ میسپارمتون. امیدوارم که هر روز پیشرفتتون رو ببینم، امیدوارم که پولدار شدنتون رو ببینم، امیدوارم که بدون دغدغه و بدون هیچگونه استرس زندگی کردنتون رو ببینم، و خوشحالیتون برای من یکی از آرزوهای بزرگ و قطعا مهمه. و خدا نگهدارتون بچه ها، و فعلا.